سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند امروز درس چهارم از فصل اول کیمیای سنف هفت را در خدمت شما عزیزان هستیم که میخواهیم ببینیم این درس چی چیزهایی را به ما و شما یاد میدن خب شاگردای عزیز نمبر ارتباطی که ما و شما داریم از یاد نبرین از طریق دو سفیر 964 780 255 میتونید با ما در ارتباط قرار بگیرین و سوالات پیشنهادات و کار خانگی خودم میتونید به این نمبر بر ما روان کنید خب شاگردای عزیز میرویم یک نگاهی داشته باشیم به خلاصه درس امروز که ما و شما امروز می خواهیم چی یاد بگیریم با ما همراه شوید خلاصه درسی که امروز ما و شما می خواهیم یاد بگیریم شاگردای عزیز به این صورت است امروز ما می خواهیم فیزیکی ماده را با شما کار کنیم یاد بگیریم تغییرات فیزیکی ماده که چی تغییراتی داره یاد بگیریم و در ادامه بعد از او کسافت یک مادر را یاد میگیریم که چی هسته و چگونه میتونیم کسافت یک مادر را از طریق فرمول به دست آوریم پیدا کنیم و بعد از او اجسام شناور و غیر شناور را یاد میگیریم که اجسام شناور چه ویژگی هایی داره و اجسام غیر شناور و مطلب بعدی در رابطه با هدایت حرارتی است که نگاه می نگاه میکنیم با هم یاد میگیریم که اجسام به چند دسته از نوع هدایت حرارتی منقسم میشه آیق حرارت یاد میگیریم حادی حرارت یاد میگیریم و در آخر هم انواع هدایت حرارتی رو ما شما کار میکنیم و یاد میگیریم که چه قسمی و به چه روش های اجسام میتونه هدایت حرارتی داشته باشه خب شاگردای عزیز میرهیم که درس امروز آغاز کنیم درس را با یک سوال شروع میکنیم شاگردای عزیز تا به حال به آب شدن یک آیس گریم. از نزدیک خوب دقت کردین مشاهده کردین چی چیزهایی را مشاهده کردین چی را مشاهده کردین یا فرض مثال آبی که درون یک ظرف حرارت میبینه این هم از نزدیک حتما مشاهده کردین چی تغییرات را دیدین آفرین احسن به شما شما مشاهده کردین وقتی که یک آیس کریم آب میشه تغییر شکلی ظاهری میده درست است ما جامد تبدیل میشه به مایع یا فرض مثال آبی که درون یک ظرف هست و حرارت میبینه این شما مشاهده کردین که دیدین از نزدیک که آب که یک مایع است تبدیل میشه به بخارات و شما بخارات مشاهده میکنید شاگرد عزیز خب ما در اطراف خود انواع اجسام و ماده که در اطراف خود مشاهده میکنیم شاگرد عزیز با دو نوع تغییرات همراه هست یک تغییرات فیزیکی و دو تغییراتی کیمیاوی که تغییرات کیمیاوی را ما و شما امروز کار نمی کنیم در فصل بعد و در جلسات بعدی با هم کار می کنیم امروز می خواهیم تغییرات فیزیکی را ما و شما کار کنیم همین مثال هایی که برایتان زدیم شاگرد عزیز یک نوع تغییر فیزیکی است دیدین که در این ها تغییرات فیزیکی یک با تغییر شکل ظاهری مثالش آب شدن آیس کریم و همچنان تغییر حالت فیزیکی ماده مانند بخار شدن آب درون یک ظرف میتونه همراه باشه به این تغییرات تغییراتی فیزیکی گفته میشه که دو ویژگی را داره در دا تغییراتی فیزیکی از عزیز ماهیت اصلی ماده هیچ گونه تغییری نمیکنه فرض مثال در آب شدن آیس کریم شما یک ماده جدید با خواص جدید را شما نمیبینید که تولید شده باشه صحیح است یا فرض مثال وقتی که آب درون یک ظرف بخار میشه کدام ماده جدید با خواص جدید تولید نمیشه پس تغییرات فیزیکی میشه با تغییر شکل ظاهری و یا تغییر حالت فیزیکی ماده همراه هستن و ماهیت اصلی مادهش تغییری نمیکنه شاگرده عزیز میخواییم خواست فیزیکی یک ماده رو با هم کار کنیم خواست فیزیکی ماده هم میتونه شاملی طور مثال رنگ و زایقه باشه شما انواع میوجاتی که در اطراف خود مشاهده میکنید شاگردای عزیز میبینید که هر کدام دارای یک رنگی متفاوت هست در قسمت سعی کنید میوجات هر کدام رنگی متفاوت داره یا شیر فرض مثال شما سعی کنید رنگی سفید داره این از جمله خصوصیات فیزیکی یک ماده است دیگه خواص اون زایقه است شاگردای عزیز شما سعی کنید انگور که استفاده میکنید میتونه که زایقه شیرین داشته باشه یا زایقه ترش داشته باشه یا تربوزی که استفاده میکنید این میتونه زایقه شیرین داشته باشه یا آبی که استفاده میکنید اینجونه زایقه نداره پس زایقه هم میتونه یک از خصوصیاتی فیزیکی و ظاهری یک ماده باشه دیگه از خصوصیاتش بوی و جلا هسته فرض مثال شما در یک باغ وارد می شوید انواع گل ها را می بینید که هر کدام دارایی یک بوی مخصوص به خود هست یا آب سعی کنید هیچ بویی نداره دیگه خصوصیاتش جلا هست شاگردای عزیز فلزات را شما سعی کنید مانند نقره یا طلا اینها دارای جلا هست یا غیر فلزات سعی کنید مثل کربن یا سلفر اینا غیر فلزات دارای جلا نیست این یکی دیگه از خصوصیات فیزیکی ماده به حساب می خب دیگه خصوصیات فیزیکی ماده شاگردای عزیز درجه قلیان و زوبان هست هر ماده ای را که در شما در اطراف خود در محل خود مشاهده می کنید شاگردای عزیز دارای یک درجه قلیان و زوبان هست طور مثال امی آبی که شما استفاده می کنید این می تانه در درجه صد درجه سانتیگراد و جوش بیاید. این میشه درجه قلیانی آب که شما در قسمت مشاهده میکنید درجه زابان چه هست؟ درجه هست که طور مثال یخ را شما در نظر بگیرید در فشار یک اتمسفیر در نزدیکی بحر در این دما در دمای سیفر درجه سانتیگراد زوب میشه این میشه درجه زابانی ماده که مثالش اینجا برای شما در شکل مشاهده میکنید و برای آوردیم. پس هر ماده ای میتونه یک درجه قلیان داشته باشه و یک درجه زوبان داشته باشه دیگه خصوصیاتی چی میتونه باشه شاگردای عزیز اندازه و شکل ماده خصوصیات فیزیکی بسیار مهم یک ماده به حساب می آید شما فرض کنید از نظر شکل شاگردای عزیز اجسام و مادهی که در اطراف ما هستن بر دو دسته منقسم میشه یا شکل منظم هندسی داره یا کی شکل غیر منظم هندسی داره شکل منظم هندسی شکلش در سلاش ما مشاهده میکنن طور مثال یک توب در نظر بگیرین که دارای ساختار کروی و دایره است یا شکل غیر منظم هندسی مثل چی؟ مثل یک تا سنگ را شما در نظر بگیرین در شکل هم مشاهده میکنن قسمت این یک شکل غیر منظمی هندسی باشه این از نظری شکل اجسام و ماده که از خصوصیات فیزیکی آن به حساب می آید دیگه اندازه هست در دیگه خصوصیات شاگردای عزیز شما فرض کنید هر ماده که در اطراف شما موجودیت دارد دارای یک اندازه است صحیح است طور مثال شما در صنف های یاد گرفتین که حجم یک مکعب قسمی به دست می آمد که مساوی بود حجم یک مکعب با طول زب در از زب در ارتفاع به این ترتیب شما میتونست اندازه یک حجم یک مکعب به دست بیارین به همین قسم اندازه هر ماده شما به روش های مختلف به دست می آوردن. این دیگه از خصوصیات فیزیکی ماده است می خواهیم در ادامه در رابطه با کسافت یک ماده با شما صحبت کنیم در ادامه با ما همراه باشید کسافت چی از شاگردای عزیز؟ شما فرض کنید یک جسم در نظر بگیرید خب دارای یک کتله باشه دارای فی واحد حجم باشه کسافت میشود کتله فی واحد حجم یک جسم شاگردای عزیز ما می کسافت یک ماده از طریق یک فرمول به دست بیاریم شاگردای عزیز که فرمولش برای تختصی هم براتون نوشته میکنیم که فرمول بسیار مهم هسته فرمول دی مساویسته ام بر V هسته فرمول کسافت به این صورت است دی مساوی است با M بر V خب هر کدام از این کمیت ها شاگره عزیز دمانگر یک چیز است فرض مثال دی برای ما کسافت نشان میته M کتله یک جسم را برای ما نشان میده ویچی نمایش میده برای ما حجم نمایش میده حجم یک جسم را هر کدوم از اینها یک واحد داره شاگردای عزیز کتله بر حسب گرام است حجم بر حسب میلی لیتر هست یا بر حسب سانتی متر مکعب هم میتونه باشه هر کدوم بتونه باشه خب با توجه به این پس واحد کثافت چی میشه شاگردای عزیز میشه گرم بر میلی لیتر یا گرم بر سانتی متر مکعب این فرمول کثافت هست که باید در حل مسائل شما رو به خاطر بسپاریم و یاد بگیریم با هم یک مثال کار میکنیم تا مثال برای شما گفتم میشه که کتله یک سنگ 20 گرام است کتله با چی نشان میدادیم با ام میگه ام مساوی است با 20 گرام حجم جسم رو هم تو دو سنگ رو هم میگه 5 میلی لیتر هست پس وی مساوی است با 5 واحدش هم برای ما گفته از ما چی رو خواسته از ما کثافت رو خواسته گفته کثافت جسم به دست بیاریم کافی است که با اون مقدار ده فرمول جایگذاری کنیم و کسافت هم به دست بیاریم پس دی اول فرمول رو نوشته d دی است ام بر v. دی مساوی میشه ام چند دسته؟ 20 کیلوگرم. v چند دسته؟ 5 میلی لیتر 20 تقسیم میکنیم به 5 میشود؟ چهار واحدیش چی هست؟ گرام بر میلی لیتر خب به این ترتیب برایت تانیستیم کسافت را به دست بیارید دیگه مثال ها را هم میتونید به این قسم با داشتن کتله یک جسم و حجم یک جسم برایتی کسافت را به دست بیارید خب شاگردای عزیز آلی که کسافت فا که کسافت چی است و چرا قم به دست می آید آلی می خواهیم ببینیم که اجسامی که در اطراف ما به اساسی کسافت به چند دسته منقسم میشه اجسامی که در اطراف ما موجود است به اساس کسافت به دو دسته منقسم میشه اجسام شناور و اجسام غیر شناور فرض مثال اگر شما یک جسم پلاستیکی داشته باشین شاگردای عزیز این جسم پلاستیکی را داخل آب قرار بدین چه اتفاق رخ میدهد آفرین احسن را شما بر روی آب شناور میشه طور مثال شما سعی کنین ده کنید در سلایت یک اسباب بازی پلاستیکی رو مشاهده میکنید و یک توپ پلاستیکی که چون کسافت آن کمتر از کسافت آب هست بر روی آب شناور میشه و چنین اجسامی که کسافت آن نسبت به کسافت آب کمتر است و بر روی آب شناور میشه ما شناور می اجسام شناور میگیم در مقابل او اجسام غیر شناور داریم اجسامی که سنگین تر هسته اجسامی که چگاه اجسامی که کسافت آن بیشتر از کسافت آب هست طور مثال مثل یک انگشتری میتونه باشه مثل یک کلید میتونه باشه یا هر چیز دیگه که سنگینتر باشه. وقتی که اجسام در آب در دا داخل آب قرار میتین چه اتفاق رخ میدهد؟ در آب قرق میشه و سعی است آفرین. و چون این اجسامی که وقتی در دا داخل آب قرار میتین در آب قرق میشه و کسافت آن بیشتر از کسافت آب هستن و آن اجسامی غیر شناور گفته می شود پس شد معرفی اجسام شناور و غیر شناور که ما و شما یاد گرفتیم خب دیگه از ویژگی های ماده شاگردای های عزیز هدایت حرارتی است می خواهیم ببینیم که اجسام یا ماده هایی که در اطراف ما هستند چطور می تانه که حرارت از خود انتقال بده به اساسی هدایت عرارتی اجسام به دو دستمان منقسم میشه یا آیق حرارت هسته یا هادی حرارت آیق حرارت به چی اجسام گفته میشه فرض مثال شما یک جسم حرارت میتین و این جسم حرارت از خود انتقال میته به این میگن هادی حرارت که در این قسمت مثالش برای شما قاشوق فلزی آورده اجسام آقای آیق حرارت به اجسام میگفتن میشکی حرارت وقتی که حرارت داده میشه حرارت, حرارت, از خود انتقال داده نمیتوانه باز انرژی برای شما مثال بودیم یک قاشوقی چوبی هست اگر شما دو تا ظرف داشته باشین که پر از آب باشه در یک حرارت بیتین دو تا ظرف در یک تا از ظرفا قاشوق چوبی باشه و در یک تاش قاشوق فلزی باشه بعد از یک مدت وقتی که شما قاشق چوبی رو دست میزنید دست شما احساس گرما نمیکنه چرا چون چوب یک عایق حرارت هست و نمیتونه حرارت رو به دست شما انتقال بده اما یک قاشق فلزی رو وقتی که دست میزنید دست شما احساس گرما میکنه چرا از این خاطر که فلز هادی حرارت هست و میتونه حرارت به دست شما انتقال بده پس شد عایق حرارت و هادی حرارت شما میتونید مثال های زیاد را برای ما روان کنید در این قسمت حالا میخوایم ببینیم که هدایت حرارتی انواعش به چه صورت هست اجسام و مادایی که در اطراف ما هست چه قسمی میتونه هدایت حرارتی داشته باشه و به چه روش ما به سه روش اجسام میتونه که حرارت هدایت کنه یا انتقال بده اولین روش روشی تشعشع حرارتی از شاگردای عزیز طور مثال فرض کنید شما یک مقدار چوب آتیش دادین و در مقابل چوبی که آتیش دادین استاد شدین شما حتما این تجربه کردین میبینید که حرارت از طریق تشعشع به دست و صورت شما انتقال پیدا میکنه و شما احساس گرما میکنید این میشه تشعشع حرارتی که اجسام و ماده ها میتونه به این طریق حرارت یا گرما را چکار کنه هدایت یا انتقال بده دومین رویش انتقال حرارت شاگردای عزیز از طریق جسمی عادی است شاگردا تاور مثال باز اگر شما فرض کنید یک شم روشن کرده باشید و بر روی این شم یک جسم حادی رو قرار بیتین سر حادی سر او جسمی که قرار میتین مثال یک فلز میتونه باشه بر روی شعله بر روی شم قرار میتونید گرم میشه و این گرم را به دست شما انتقال میته این میشه یک نوع انتقال حرارت که از طریق جسم عادی به شما فرض مثال به دست شما انتقال پیدا کرد پس این دومین روش بود آخرین روشی انتقال حرارت شاگرده عزیز انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد است شاگرده عزیز طور مثال شما فرض کنه یک توت یخه در دماوین دستای خود میگیرین چه اتفاق رخ میدهد بعد از یک مدت دست شما احساس سرما میکنه چرا؟ چون گرما از طریق دست شما انتقال پیدا کرده به جسم سرد که دوتا یخ متان باشه و یخ آب میشه این میتانه سیومین روش باشه که این شکل هم به طور واضح شاگرد های شما مشاهده میکنید که گرما انتقال پیدا کرده از دست شما به دوتا یخ خب شاگرد های عزیز درس ما در اینجا آخر رسید حالا می رویم یک جمبندی داشته باشیم که امروز ما و شما چی یاد گرفتیم امروز ما و شما شاگرده عزیز یاد گرفتیم که خواست فیزیکی ماده چی است تغییرات فیزیکی ماده را یاد گرفتیم که گفتیم ارسان و مادایی که در اطراف ما هستن با تغییرات فیزیکی میتونه همراه باشد که در تغییرات فیزیکی شکل ظاهری ماده تغییر میکرد و حالت فیزیکی ماده اما ماهیت اصلی ماده یکونه تغییری پیدا نمیکرد دیگه یاد گرفتیم که خواص فیزیکی شامل رنگ میتونه باشه بوی جلا میتونه باشه اندازه ماده شکل ماده میتونه باشه که هر کدام براتون مثال زدیم و بعد از او کسافت جاد گرفتیم که کسافت کتله فی واحد حجم یک جسم می بود یک فرمول داشت دی مساوی ام بر وی بود که از این طریقی فرمول می تانستیم کسافت یک جسم پیدا کنید و همچنان در رابطه با اجسام شناور و غیر شناور گفتیم که اجسام شناور می بود که کسافت ها نسبت به آب کمتر بود اما اجسام غیر شناور اجسامی بود که کسافت ها نسبت به آب بیشتر بود و در آب قرق می شد. دیگه آمدیم در رابطه با هدایت حرارتی با هم صحبت کردیم و یاد گرفتیم انواع هدایت حرارتی رو گفتیم بعد آمادیم گفتیم که از طریق از سه طریق اجسام میتونه هدایت حرارتی داشته باشه تشعشع حرارتی از طریق تشعشع حرارت انتقال پیدا میکرد بعد انتقال حرارت از طریق جسم هادی بود سومین روش آخرین روش هم انتقال حرارت از طریق جسم گرم بود به جسم سرد بود دیگه آمدیم آیق حرارت گفتیم هادی حرارت هادی حرارت حرارت از خود انتقال میداد اما آیق حرارت از خود حرارت انتقال نمیداد آیق حرارت مانندی چوب هادی حرارت مانندی فلزات شما میتونید در رابطه با آیق حرارت و هادی حرارت و همچنان در رابطه با کسافت اجسام میتونید در ماحول خود مشاهده کنید و مثال های زیاده رو برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز درس امروز ما خلاص شد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم خدایا رو نگهدار همگیتان باشم